وای پسر چقدر هوا گرم شده یا به قول اون دوست عزیزمون گرمس. خب دلیلش چیه؟ این تقصیر ما انسان هست، چون با سوزوندن نفت و چوب و زغال سنگ و گاز دیوکسید کربن وارد هوا میکنیم. با دامداری متان و با کارهای دیگه ای مثل استفاده زیاد از افشانها و حشره کشا گازهای دیگه ای وارد جو میکنیم که این گازها مثل یه گلخونه مانع خروج گرمای خورشید از زمین میشه. به خاطر همینه که به این گازا میگیم گازای گلخانه‌ای و به خاطر همینه که زمین هر روز گرمتر و گرمتر میشه. مشکل اینجاست که زمین با سرعت سرسام‌آوری داره گرم میشه. زمین توی 200 سال اخیر از 100 میلیون سال گذشتهش هم سریع‌تر گرم شده و توی همین 100 سال اخیر هم 0.7 درجه گرمتر شده. 0.7 درجه شاید زیاد به نظر نیاد، اما زمین نسبت به تغییرات دمای خیلی حساسه. مثلا اگه دمای زمین رو 6 درجه پایین بیاریم، زمین توی عصر یخمندان دیگه فرو میره و اگه دمای اون رو 4 درجه بالا ببریم، اتفاقات فاجعه بار میفته. یکی از این اتفاقات فاجعه بار ذوب شدن یخ‌های قطبیه. این یخ‌ها کارشون بازگردوندن نور خورشید به فضاست، اما با ذوب شدن اونا و تبدیل اونا به اقیانوس تیره و تار، اقیانوس مثل لباس سیاه تو تابستون گرما رو به خودش جذب میکنه. با گرمتر شدن زمین آب اقیانوس هم زودتر تبخیر میشه و گردبادایی به وجود میاره که توی سواحل طوفان را میندازن. هرچی دیوکسید کربن بیشتری وارد هوا میشه، مقدار بیشتری از اون توی آب حل میشه و آب رو اسیدی تر میکنه. ماهیا، مرجانا و جانورانی که مثل حلزون صدف کلسیومی دارن نمیتونن توی محیط اسیدی زندگی کنن و منقرض میشن. باز ذوب شدن یخ‌های قطبی توی اروپای غربی سیل را میفته و توی خیلی از مناطق به خاطر همین گرمایش خشکسالی را میفته که خود این خشکسالی باعث آتیش گرفتن درخت ها میشه که خودش بازم دیوکسید کربن بیشتری وارد هوا میکنه و اوضاع رو بدتر میکنه. با گرمتر شدن زمین موجوداتی مثل پشه ها و موشا میتونن به جاهایی برن که قبلا براشون خیلی سردتر بوده و بیماریایی مثل مالاریا، تب زرد و تا اون رو به تمام جهان منتقل کنن. خب راه حل چیه؟ یکی از راه حل‌های به درد نخور که اعتراف میکنم خودم هم یه مدت بهش اعتقاد داشتم این بوده که چطور صبر کنیم نفت تموم بشه، چیزی واسه سوزوندن نداریم و دیوکسید کربن وارد هوا نمیشه. اما اولا که مقدار سوختهای فسیلی برای نابود کردن زمین کافیه، دوما دیوکسید کربن 100 سال توی هوا باقی میمونه و سوما حتی اگه سوختهای فسیلی تموم بشن و بلایی سر زمین نیاد، بازم دانشمندا به فکر سوختهای جدیدی میافتن که اونا رو بسوزونن و بازم دیوکسید کربن وارد هوا بکنن و زمین رو گرمتر و گرمتر کنن. اما راه حلای منطقی چی؟ یکی از آسان‌ترین کارا اینه که درخت بکاریم. هممون میتونیم این کارو انجام بدیم، یا یه پشت بوم سبز درست کنیم، یعنی روی پشت بوم خونمون گل و گیاه بکاریم. اینجوری پشت بوم قشنگتری هم داریم و اینترنتی و غیر حضوری کارمون رو انجام بدیم. اینطوری میتونیم میزان تولید دیوکسید کربنمون رو کمتر کنیم. اما بهترین راه حل از نظر من اینه که راه حل پیدا کنیم. هشتگ یک نفر یک دقیقه. روزی با یک نفر به مدت یک دقیقه راجع به گرمایش زمین صحبت کنیم، راجع به اون بهش هشدار بدیم و با هم راه حل رو پیدا کنیم و مطمئن باشین اینطوری میتونیم به زمینمون کمک کنیم. ممنون.